یه روز دیگه باید دوباره کار کنم. انپایدار؟ این دیگه از کونه کی افتاده پایین؟ آه کونه پایین جق میزنی که اینک زدی؟ نه بچه من جق بچه آقا یعنی میخواستم اولش یه جور دیگه شروع کنم، مثلا اینک رو در بیارم بگم انپایدار. آره آقا داشتم میگفتم این انپایدار دقیقا کیه که داره کلیپای تخماتیک میذاره سایت شرط بندی؟ بچه بیا بری توی سایت شرط بندی من پولدار بشین، ولی از اون طرف وقتی پولاتون رو میذارین یه دک گلوف میره توی بچه. ما دوباره داریم تفسیرها رو شروع میکنیم، جای سرین و مسعود و اماجانی خالیه، ولی دیگه ادامه میدیم، اونا دیگه نمیتونن بیان، کرونا هست. این انپایدار ایشون هم یه سایت شرط بندی داره، یه خزه دیگه، پول مردم رو میچاپه با سایت شرط بندیش، میخوره میکنه تو کونش پول مردم رو. بریم ببینیم آقا، بریم ببینیم این چه پدیده ایه. پدیده که نه، چه انیه. پایدار اسهال گوسفندی. دارن تقش بندازن. آرایشش پاک شد. دختر کل آرایشش تو آب نابود شد. موقعی که از آب اومد بیرون عین کون تمساح شد. نگاه کنین، عین کون پری دریایی شد. برای بچه با عشق لوکو هم آقا، آدرس لوکو رو براتون جدیدش گذاشتن داخل بیو مثلا، داره... الان میتونید بدون وی پی چیزی نیست، داره سایت وارد سایت بشید بازی کنید و باریزانی هم در هر لحظه ای که شما بخواید براتون فراهمه دیگه. بدید دو دوستتون دارم. برای بچه ما دوباره اومدیم خرید، یه تایم نشد ما رو انجام بدیم، الان اومدیم ادامهش انجام بدیم. تو خوان که اومدی خرید که درگیره خرید لوازم آره. چرا دختره این شکلی شده بود؟ موهاشو رنگ پریودی کرده بود؟ واقعا الان فکر کردی که واسه ملت خیلی مهمه که میخواین دوباره خرید کنی؟ واقعا ذهنشون کوچیکه. مثلا چی؟ هدف چیه؟ هدف چی از این که میگی من میخوام الان دوباره خرید کنیم؟ ناصرین شرا چیه؟ اینم یه تیپ سمی، فوق العاده سمی تیپ، اما اسهال گوسفندی است. بالا سبز پایین آبی، جورابامو نگاه بده چه جورابای سمی پوشیدم با کفشم سفت. تیپش شبیه گوز باب اسفنجی بود. بعد بگی تیپ سمی. این اسکل مسکله اینستاگرامی واقعا نمیدونم چرا وقتی میرن ترکیه رد میدن. بچه ها نوبتی هم که باشه، نوبت منه. منه؟ الان PS4 رو داره میشکنه، اینم مطمئنا هیچ واکنشی نمیخواد نشون بده. قیافه رو دیانه، تو چرا اندازه سوراخ باسنت باز میکنی؟ خب جلوشو بگی. اذیتش نکن دیگه، الان اسات میزنه وسط خونه ها. این همه بازی واسش خریده بود. چه ربطی داره الان اسکل این همه بازی خریده بودی واسش؟ الان توی PS4ت من این بازیش هم نابود میشه. بازی دیجیتالی وقتی بخری عمو جون توی اکانتت میمونه همیشه. یه PS4 دیگه بخری از اون اکانتی که بازی ها رو دانلود کردی و مثلا خریدی میتونی تو PS4 دیگت بازی کنی. بازیات هم که دیسکی نیست، یه دونه دیسک میره توش. اگه اصلا ما بگیم یه دونه بازیت هم نابود شده باشه، این همه بازی چیه دقیقا؟
اسکودا میلیاردها ماهانه میزنن تو جیب، بعد یه PS4 رو میان نابود میکنن انگار که مثلا یه چیز خیلی خفنیه. وایساده دختره داره با چکش میزنه رو PS4 چیگه لا درنشو اندازه سوراخ. اگه خیلی واسط مهم بود میرفتی چکش رو دستش میگرفتی. این داره چکش میزنه، اسکول داره این ورانور میکنه خودشو. بخندیم بچه ها اصلا زورشون نمیرسه به هم. برم با سیلفون میکیچن رو صورت هم. نکن از این کارو. سیلفونه یعنی اینقدر قویه آدم کلیپ های خارجی ها رو میبینه حال میکنه، کلیپ های اینا رو میبینه اسهالش میگیره. نکن یکم واقعی تر. دانیا این نوشابه رو بابا 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 بولش. پسر از دختره چونتر بود. کاش عموجانی اونجا بود، همونجوری که پاتو گرفته بودی بالا یه دونه فشار روی باسنت می آورد. اون نوشابه آلت تناسلی نیستش که اینجوری میریزی تو دهنه یو اسال میگیری. یو بر بچ آی پایدر هستم، امروز خواهم به تو کلکسیون جردن رو نشون بدم، بریم که با هم دیگه داشته باشیم. کفشا تو میخوای نشون بدی؟ اکثرا هم مدل جدید جردن هستم ولی خب همچی میگه کلکسیون انگار فاسترین و تکتنی قدیمی رو پیدا کام کردم دیگه بذارم. چون الکسیس تگزاس رو میخواد نشون بدی؟ حجم از جردن واقعا توی استانبول سخته ولی خب نه همش تو دیجیکالا هستش. اون دست خرد چیه رو میزش؟ بیلوشه؟ با اون که جردن وان نیستش ولی خب جردن وان چیز کمی نداره اسپیه ولی خب خیلی هم اون دست خره هم از مدلش بگیر همه چیش بعد نشون دادن جردناش میپره روش با باسن. این صورتیه هم خیلی دوستش دارم اصلا همین صورتیه دیکشونه. چقدر واسه ما مهمه، خیلی مهمه برامون که جردن داری. او لپتاپ اپل داره بچه. اسال شطوری چی؟ رنگ اسال شطوری هم بهت میاده. دریوس من یک کتونی دارم بهم به ارث رسیده همچنان دارم میپوشمش. بعد تو کلکسیون جردن را انداختی بر ما. این پلش بازی ها چیه؟ پول که واسه خودت نیست، از سایتت در میاری با پولای دزدی، با پول خود مردم داری پوز میدی. نوکر اون یارو کی بود؟ مونتیگوه دریوس کی بودش؟ میگن هسته اصلی همین سایت های شرط بندی تخماتیکه نوکر اونی دیگه. کتونی های جردن دارم بچه. خب تخمم که کتونی های جردن داری، الان ما چیکار کنیم؟ هر وقت خودت یه ثروتی به دست آوردی اون وقت بیا پوز بده. این ثروتی که به دست میاری این از مردمه عزیزم. وقتی پولای مردم رو میکشی بالا با این سایت های شرط بندی، خب منم بودم خیلی چیزا میتونستم بخرم. هر وقت تونست خودش پیشرفت کنه اشکال نداره آقا، نشون بده اصلا. ولی کسی که واقعا پیشرفت واقعی بکنه اصلا نمیاد این کارا رو انجام بده. خیلی ما پولدار داریم که اصلا تخمشونه همه چی، از اینم بیشتر چه میدونم هزاران هزار کتونی و ساعت و این چرت و پرتا دارن نمیان نشون بدن. الان مثلا شاخ میشی با این کفشا. منم سایت شرط بندی داشتم، آره دیگه منم داشتم هزاران برابر خوشگلتر میخریدم از این کفشه. باید بیل بزنه بعد معنی پولو میفهمه چیه. فقط اون دست خره که رو میز بود بهش میخوره از این دیلدو اژدهایی ها باشه. نمیدونم دیدین یا نه، از این دیلدوها هست، یه جور دیلدوهایی هستش اژدهایی ماننده، میگن دیک اژدهاه. دیلدو اسپیکر ماننده اژدهاییه.
میذاره رو صندلیش، بالا پایه میشه وقتی که ما هک نیست. فقط تیپش، فقط تیپش منو داغون میکنه. ای دوست دارم برم این این تیپ بزنم. جوراباشو تو تخماش میکشه بالا، فکر میکنه که الان گنگی چیزی شده. یو بر بچه پایداری آقا، من آروم صحبت میکنم به خاطر اینکه ساعت نزدیک های 4 صبح. جوکر هم شده. انتخاب سنگین از ماهک بگیریم بریم که داشته باشیم. برو برو یه انتقام بگیر ماهک. آب منی پاچید رو صورتش. چه کاریه؟ یخ میزنی تو بادکنک، آب تو خاله میکنی توش، دیگه سر سر اینجوری میباشه رو صورت دوست دختره. دیدی چه آب خراب اومده بچه؟ چرا این شکلی میخنده؟ خیلی شاد بود اینجا، انگار قبلش رفته تو اتاقه با دیل و اژدهاییه یه حالی رو چونشو برده. یکم باید رو خندش به نظرم تمرین کنه، این اولاغ میخنده. خب امشب باید بار کنک بازی کنیم. چونمونه تو چرا میندازی؟ یه شب خاطر انگیز داریم. بیشتر انگار که به ما میخواد شب خاطر انگیز بده، واسه تو میخواد اسهال بزنیم. واضح باش، شب خاطر انگیز اسهالی. الان نفهمید مثلا که این بادکنک تو دست این آب بود، توش آب کرده بود. بادکنک رو از یه متری پرت میکنه، این باید با سوزن بزنه به ترکه. چقدر چالش هیجان انگیزی بود، خیلی چالشش هیجانی بود. اصلا این چالش رو باید تو رکوردای گینس بنویسن. این خزمزه اینستا جدیدن نمیدونم چرا دیگه دارن وارد یوتیوب میشن. شما وارد یوتیوب نشین، خواهشن وارد یوتیوب نشین. همونجا تو همون اینستا که تر زدین تو همونجا باشین خیلی بهتره. تو همونجا فعلا کارتون انجام بدین. یکی هم نمیدونم الان از اینستا پاشد اومدش دوبل مخفی های فیک و اینجور چیزا صاف فکر کردش که یوتیوبی هم همه اسکل مسکلن دیگه، هیچی نمیفهمن. بیا دور مخفی فکر بسازیم پول بزنیم تو جیب. یوتیوب جای اسکل بازی نیستش که. تو یوتیوب خیلی اونطور که من فهمیدم درک خیلی بالایی دارن، میفهمن. ولی وقتی اینستا رو باز میکنیم انگار رفتیم تو سایت پورنهاب، هر دفعه یه اتفاقای تخمی میفته توش. یوتیوب جای آدمای کلاهبردار و چه میدونم سایت شرط بندی دار و اینجور افراد نیستش که. کلاس یوتیوب رو دیگه حفظ کنیم. خیلی دوست داشتم توی این مدت مامو سابس کنم ولی هر سری خب نمیشد، ولی الان که مامو سابس کردم خیلی خوشحالم. اکثر رنگا رو خب گذاشته بودم، هر رنگی یه شخصیت خاصی داشت برای من و نزدیکتری رنگیه که به نظر من به شخصیتم میخوره، یعنی دیگه کاملم کرده. یه احساس خیلی گی شدنی دارم میکنم با این رنگ. این رنگ سبز نشوندنده دیوونه بودن، بی حد و مرز بودن من و یعنی در کل هر کاری که بخوام من میکنم، از هیچ چیزی هم من نمیترسم. اوه اوه اوه، از عموجانی چی؟ عموجانی بیاد پیشت از اونم نمیترسی؟ فلسفه رنگ سبز، موهاشو برداشته چمنی کرده، این چیش فلسفه است؟ جانی سینز بیاد پشتت انگشتت بکنه در میری نمیترسی؟ پشمای زیر بغل ملازاده تو سر و کلت. چه فلسفه ای گفت از رنگ سبز، واقعا خیلی قوی بود فلسفهش. دیوونه بودن، بی حد و مرز بودن من تنها فلسفه ای که تونستم از مواد کشف کنم اینه که یه گوسفندی توی چراگاه جایی بوده اسهال داشته، با اسهال تزل روی زمین، تو خوشت اومده از ان اسهالی گوسفنده خوشش اومده، برداشته زده به سر و کلش شده این. آقا واقعا جدی میگم اگه اینا خزمزه اینستا بریزن یوتیوب به نفع ما هم هستش، بازدیدامو میره بالا، خیلی بد به نفعمون باشه. ولی من میگم که آقا نه، نمیخواد اینا وارد یوتیوب بشن، یوتیوب به گوه کشیده میشه. الان خیلی از ایرانی هستن که
با یوتیوب آشناییت ندارن، همه ریختن تو آپارات و چه میدونم جای دیگه، همه اینستا و اینجور جاها. اسکول میکنن ملت رو جذب پیجشون بشن، بعد از اونجا ملت میدونین دیگه، الان ملت ایران پول مول ندارن، این همه تبلیغ میکنن میگن بیاین تو سایت ما پولدار میشین. یارو مثلا میگه که آقا من مثلا برم حالا 20 تومن بذارم توش تو سایتش ببینم چی میشه، 20 تومن میذاره یهو 30 تومن میبره، 30 تومن میذاره یهو با کون میخوره زمین، میره تو جیب این اسهال گوسفندی. بچه اینم از تفسیر پایدار اسهال گوسفندی و ماهک کون پریه دریایی. ولی به دوست دخترش میخوره که دو جنسه یه چیزی باشه، من حس میکنم حالتش رو قایم میکنه، و پشمشتا اینجوری میپیچونه حالتش رو میذاره مثلا پشت کمرش که معلوم نشه. بچه خیلی دوستتون دارم، سابسکرایب فراموش نشه، سابسکرایب رو بکنید، لایک و کامنت هم بذارید، اینستاگرام منو یادتون نره که فالو کنید. من خودم از اینستا بد میگم ولی خودم هم اینستا دارم، اینستام با این اسکول مسکول خب فرق داره، اینا کار انانگیز انجام میدن، من حالا مثلا عکسام یا استوری میذارم با شیرها در ارتباط باشم، چون این سم فعلا که فیلتر نیستش، راه ارتباطی خیلی راحت میتونه باشه دیگه. یادتون نره جای اینکه این اسکول مسکولا رو بریم فالو کنید، کیودیپای را فالو کنید، کیودیپای عشقید. بچه ها خیلی دوستتون دارم، خیلی دوستتون دارم، عاشقتون، احساس میکنم شما شرکین، این شرک دوستتون دارم، عاشقتونم جدی میگم، خیلی فعلا پیس.